أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز موضوع الدرس ما structure and functions of kidneys، يعني ساخت ووظائف كلية است. از اذكر پیش که ما درباره وظائف کلیه را بخوانیم، خب به تفصیل ما باید مختصرا اناتومی چی را بخوانیم، یورینری سیستم را بخوانیم. کیدنیز کی است، یعنی کلیه کی است؟ دو دانه در انسان می باشد، یک رایت کیدنی است یک لفت کیدنی است. رایت کیدنی کی است؟ او کم پوینتر می باشد. لفت کیدنی کی است؟ او بالاتر می باشد. علت ایزی است، چون با طرف راست کی است؟ اینجا بالا کبد می باشد، کبد لیور. لیور کی است؟ او رایت کیدنی را کم که از طرف پایین فشار می تازی خاطر ای پوینتر می باشد. بالای کیدنی کی است؟ گلند است، به نام سپرا رینل گلند برش میگا یا ایڈرینل گلند برش میگا. دربارش کی ای ایڈرینل گلند چی وظایف داره، کدام هارمونا را اخراج میکنه به خون، را در چپتر اندوکرینولوژی میخوانیم. نامش از این خاطر سپرا رینل مانده، یعنی بالای کلیه می باشه. سپرا بالا را میگه، رینل یعنی کیدنی سیستم میگه، و یا نام دیگهش کی است؟ ایڈرینل گلند می باشه. کیدنی کی است؟ خودش خون که میگیره از ایوتا میگیره، ای دیسندینگ ایوتا میایا طرف رایت، یعنی طرف راست کی است؟ رایت رینل آرتری میتا کی طرف راست کی کلیه میرا، و لفت رینل آرتری میتا کی بر لفت کیدنی میرا. و کدام دی اکسیجنیتد بلڈ، یعنی وینس بلڈ کی از کلیه پس طرف قلب کی میرا، او رائٹ رینل وینس تھا و لیفٹ رینل وینس تھا. مهم ترین و کلان ترین وظائف کلیه کی است؟ او تصفیه و پاک کردن خون است. خون کی است؟ از طریق امی رینل آرٹری میای طرف کیدنیز. اینجا امی خون فیلتر میشه، مثل که ما در خانه ها دیدیم که در وقت یک ماشین است به نام فیلتر که برش میگم، او آب نیا آب فیلتر میشه، یعنی همو چیزایی که مضر است او از طریق فیلتر دور میشه و آب پاک از یک پایپ دیگه به نوشیدن جور میکنه. و همین قسم کلیه هم است، هم خونی که در بدن ما میگرده هر ثانیه هر دقیقه از امی کلیه ها تیر میشه، از اینجا تیر میشه فیلتر میشه. وقتی که فیلتر شوه، چیزایی که مهم است، چیزایی که انساج برش ضرورت داره و چیزایی که زندگی سرش ساد است، او پس ری ابزار میشه، جذب میشه. و چیزایی که موزیر است که او از بدن باید اخراج شوه، یوریا است، کریتینین است، یوریک اسید است، او کلش از طریق کلیه اخراج میشه. اما چیزایی که موزیر است او از طریق یورین، یعنی از طریق ادرار، از کلیه ها اخراج میشه. چیزایی که جور میشه در کیدنیز، او هم یک تا میکانیزم چی داره که هم ری ابزاربشن میکنه، هم فیلتریشن میکنه و هم سیکریشن میکنه. یعنی اول خون باید اینجا فیلتر شوه، فیلتر شوه، باز چیزای مهم که است او باید ری ابزارب شوه، و چیزای مضر که است او باید ری ابزارب نشوه، او از بدن باید اخراج شوه. همین قسم سیکریشن هم میکنه، یعنی چیزایی را از خون میکشه طرف یورین، یعنی در ادرار رو هم میکشه. امو چی قسم فیلتریشن میکنه، چی قسم امی یورین تولید میشه، و چی قسم امی مواد که مضر است از کلیه ها اخراج میشه، ای در موضوعات آینده انشاءالله میآید. اصلا کار کلیه که است تولید کردن ادرار است، یعنی یورین است. امو یورین که است در اصل کل امو مواد که مضر است که باید از بدن اخراج شوه، از امو تشکیل شده. و امو ادرار که است از طریق رایت یوریتر، امی پایپ که میبینین شما از کلیه ها که میبرای، امی رایت یوریتر و لفت یوریتر طرف می آیا بلیدر، یعنی یورینری بلیدر، و اینجا جمع میشه. و هر وقتی که ای پر شد باز از بدن از طریق یوریترا اخراج میشه. از این خاطر یورینری سیستم جور شده از کیدنیز، یعنی کلیه، از یوریتر، یعنی امی پایپا که است که ادرار از کیدنی میاره طرف یورینری بلیدر. و یورینری بلیدر است کار یورینری بلیدر صرف ای است که ادرار جمع میکنه، یورین جمع میکنه، و وقتی که ضرورتش باشه باز اخراج میکنه.
يوريثرا كي يورينا از بليدر بابا بيرون اخراج ميكنه. ما دو تا كيدنيز داريم و وامي دو تا كيدنيز تا خودش بيرون در داخل ابدامين استا، اما بيرون بيروتينال كافيتي، بيرون بيروتينال كافيتي دا اناتومي ابدامين باز با تفصيل مي خانم كي ابدامين يگان تا آرگان چی آرگانز کی است داخل پروتینیم در پروتینیم دراصل یک پرده است که کلی امی آرگانز را تاو کده و که خود نگاه کده و یگان تا آرگان ها در ابدامین بیرون پروتینیم می باشند. از این خاطر کیدنیز اکثر میگه کریترو پروتونیل آرگان است، یعنی داخل پروتینیم نیست بیرون پروتینیم است، دا کمر است یعنی دا پوستیر ابدامینل وال است. The two kidneys lies on the posterior wall of the abdominal abdomen outside the peritoneal cavity. Yani the taraf pe kuch tish mein basha da pishurish ne sta kidney khud is taqriban agama wazn shakunem yak 70 kg insaan ke basha qadish barabar basha wo ham ye 70 kg 70 kg basha khud is 150 gram asta ki ira agar shuma me khain ki kuliye tan malum kunin ki da size che qadar asta e taqriban agami musht khud jor kunin da mi size me aya aje khatar gufta me kidney of adult human weighs about 150 grams and is about the size of a clenched fist. Clenched fist ami musht me ga yani har insan agar musht khud mahkam bigira azami malum me sha ki size kuliye ish kiasta ami qadar asta. Ureter امو پایپ استا که از کلیه ادرا یورین می بره طرف یورین ری بلیدر. یوریتر ویت کیر از دا فاینل یورین فرام دا کیدنی تو دا بلیدر ویر ایت از ستورد انتر دا بلیدر از امتی. امی کیدنیز که استا یکی طرف قسمت بیرونیش استا که برش لیترال پارت می گه اینی قسمت بیرونیش استا اینی و یکیش میڈیل پارت استا دمی داخل میتیل پارت یک تا چکریستا که داخلش امی رینال آرتری میرا رینال وین بیرون می آیا و یوریتر یا مو یورین را طرف بلیڈر می برا او می آیا. این قسمت ما هایلم می گیم. The middle sort of each kidney contains an intended region called the hilum. امی قسم از لنگزم هایلم بود، از سپلینم هایلم است، از کدنیم هم هایلم است، از لیورم هایلم است. هایلم صرف امو قسمت میگا کہ آرٹریز وینز نروز لیمفیٹکس با امو آرگن داخل میرا تھرو وچ پاس دا رینل آرٹری ان وین لیمفیٹکس نرو سپلائی اینڈ یوریٹر. امی قسمت ہائلم میگا کہ رینل آرٹری و وین از از قسمت بیرون میشا و یوریٹر و نرو سپلائی کے باید پر کڈنیز برا اکلش از ازی قسمت میں چی میشا رینل آرٹری کی استا امی unfiltered blood yani khuni ki tasfiya na shuda ura myara ba kidneys wa the kidneys amu filtration mesha reabsorption mesha secretion mesha wa akhirish filter blood yani khuni ki tasfiya shuda as tariq renal vein pas me ba inferior vein ke wa inferior vein ke wa pas me bara ba right atrium wa the qismat kulli badan taqsim mesha. اگر ما کیدنیز را کلیه را د مابین تقسیم کنیم خو ما می بینیم که ای د دو قسمت تقسیم شده. یکی قسمت بیرونیش است، امی قسمت بیرونیش که است ای را ما میگیم رینال کورتکس و یکی قسمت داخلیش است که او نسبتا زیاد سرخ است که او را ما میگیم رینال میدولا. رینل میڈولا خودش تقسیم شده به تقریبا 8 تا 9 همی تو ترینگولر شیپ واره. همی بی قسمت بیرون کی است که کمک کم نسواری است ایرا ما میگیم رینل کورتکس و داخلی قسمت داخلیش کی است که نسبتا یک کمک زیاد نسواری رنگ است ایرا ما میگیم رینل میڈولا. رینل میڈولا کی است خودش به 8 تا 9 ترینگولر شیپ تقسیم شده که ما برش میگیم رینل پیرامید. یعنی یک تا رینل پیرامید است، ای دو تا، ای سه تا، چهارم، پنجم و ششم. دیستم؟
بی سی رینل پایلمایت کی استا می خوراک ہے رینل کورٹیکس ایز بی اس ما میگم و اپیکس اس کی استا او را ما میگم طرف رینل پیلویس میرا ایر ما میگم رینل پیپلا از رینل پیپلا کی استا ما قسمت خوردش کی استا ای قسمت ما میگم ماینر کلکس و ای قسمت کلان شما میگم میجر کلکس و ای قسمت شما میگم رینل پیلویس چی میشن؟ ده امی قسمتا یعنی امی ده رینل کورتکس و ده رینل میدولا یک تا سخت ساختمان ساختمان است که برش ما میگیم نفرانز داخل امی نفرانز که است فیلتریشن میشه ری ابزاربشن میشه سیکریشن میشه یعنی امی خون که است امی ده نفران تصفیه میشه از امی نفران که خون تصفیه شد امو آخرین پروداکتش که جور میشه او را ما یورین میگیم ادرار میگیم او دامی قسمت می آیا دامی رینل پلویس می اول اینجا جمع میشه از امی رینل پلویس باز میره به یوریتر و از یوریتر میره به بلیڈر و از بلیڈر اونجا جمع میشه باز وقتش که بلیڈر پر شد ضرورتش شد که باید ایره از بدن اخراج کنیم از اونجا طریق میکروشن ایره ما از بدن اخراج میکنیم از این خاطر گفته که if the kidney is bisected from top to bottom the two major regions that can be visualized are the outer cortex and the inner medulla. اگر ما تقسیمش کنیم قسمت بیرونی شما میگیم رینال کورتکس و قسمت داخلی شما میگیم رینال میدولا. The medulla is divided into 8 to 10 cone-shaped masses of tissues called renal pyramids. امی رینال میدولا که استا تقسیم شده با 8 تا 9 از 8 تا 10 تا رینال پایرامایدز. The base of each pyramid originates at the border between the cortex and the medulla. Base is kya sta dar mabain cortex wa medulla me basha and terminates in the papilla wa khatam ki mesha the renal papilla khalas mesha which projects into the space of the renal pelvis ye khud is taraf renal pelvis mera a funnel shaped continuation of the upper end of the ureter wa renal pelvis chista رینال پلویس در اصل امو چیست امو یوریتر است اما قسمت بالایش است که فنل شیپ شده یعنی مثل ترانگولر شیپ است یعنی در اصل کل یورینا از نفرانز جمع میکنه با طریق از طریق با طرف یوریتر میبره و the outer border of the pelvis is divided into the open-ended pouches called major calyces that extend downward and divide into minor calyces which collect urine from the tubules of each papilla. دراصل قسمت پپیلا که است از خاطر مهم است که امو کل خون کی فیلتر شد و ری چیزایی که مهم بود و ری ابزارب شد چیزایی که مضر بود او د یورین یک جای شد از رینل پپیلا میایا به می ماینر کلکس از ماینر کلکس جمع میشه به میجر کلکس و از میجر کلکس جمع میشه در رینل پلویس و از رینل پلویس میره طرف یوریتر یوریتر میبره طرف یورینری بلیڈر رینل بلڈ سپلای تقریبا دا یک دقیقه 22 فیصد یا اگر 22 فیصد کارڈیک آوٹپوٹ یا 1100 ml per minute یعنی در یک دقیقه تقریبا 1100 ml خون طرف کیدنیز می آیا طرف کلیه ها می آیا امی 1100 ml در یک دقیقه فیلتر می شه از این چیزای مهم ریابزار می شه چیزای مضر اخراج می شه رینال آرتری خودش اگر ما ببینیم که داخل کلیه که می شه تقسیم می شه به سگمنتل آرتریز از سگمنتل آرتریز باز تقسیم میشه به انترلوبر آرتریز از انترلوبر آرتریز تقسیم میشه به آرکویت آرتریز و از آرکویت آرتریز باز تقسیم میشه به انترلوبولر آرتریز و امی انترلوبولر آرتریز که است باز میره به چی تقسیم میشه به افرنت آرتریز یکی است امو نفران است امی شما که رنگ سبز که داره این نفران است کولش تو تاو تاو شده تیبیول والی سترکچر است مثل پایپ والی تاو تاو شده امین نفران است که the structural and the functional unit of kidneys ما برش میگیم یعنی عضو ساختمان یعنی کدنی کولش از نفران جور شده یعنی عضو ساختار کدنیز و
وظائف کیدنی کی سرس انجام میشه او امین افران میکنه. امین افران است که درش خون فیلتر میشه، امین افران است که خون د خون کې مجزای مهم کې است، یعنی گلوکوز شود، امینو اسید شود، پروتین شود، فیټ شود، وټامین شود، آب شود، سوډیم شود، کلسیم شود، مګنیزیم شود، چیزای مهم کله شي است که پس ری ابزارب میشه. و امین افران است که چیزای مضر یعنی کریتینین، یعنی یوریا، یعنی یوریک اسید، یعنی اسید، هایدروکلوریک اسید، فاسفولیپیدز، فاسفوریک اسید، ای کلش از طریق یورین اخراج میشه از بدن. چی میشه؟ امی افرن آرتریول کی هسته در قسمت نفران که میره با یک نتورکی کپلریز تقسیم میشه که ما برش میگیم گلومرولس. از گلومرولس تا اصلا کلی چیزا فیلتر میشه. در سلاید بعدی باز ما میخوانیم که چی قسم فیلتریشن و چی قسم ساخت است که فیلتریشن میکنم. از امین جو کلی خون فیلتر میشه با طریق نفران میره و امی خون کی هست دمی تیوب های و پایپ های نفران کی هست داخل میشه و از امی قسمت خودش دمی قسمت روان می بشه. آخرش کلی چیزا کری ابزار شوه و دمی کلکتنگ درد که میای اینجا کلش یورین جور میشه و او طرف یوریتر باز میره. امی افرنت آرتریول پس تقسیم میشه با از گلومرولس می برای افرنت آرتریول. افرنت آرتریول پایین میره باز به یک نتورک دیگه کپلریز تقسیم میشه که ما برش میگیم پیری تبولر کپلریز. امی پیری تبولری کپلریز که است ای کلی چیزای که ری ابزار میشه ای خودش امی پیری تبولر کپلریز میکنه، یعنی فیلتر کی میکنه؟ فیلتر گلومرولس میکنه. شد و پس که از نفران چیزایی که باید مهم است و پس ری ابزار کی میکنه او پیری تبولر کپلریز است. امی پیری تبولر کپلریز باز خودش کلش یک جای میشه به آرتویت وین و از این قسم پس میره بر تقسیم میشه به رینال وین. و امی رینال وین که است به طریق خونه که فیلتر شده، تصفیه شده، پاک شده به انفیر وین کیوا میبره و شما دیگه میفهمین که به انفیر وین کیوا که رفت بس طرف رایت هارت میره و از رایت هارت به کل بدن تقسیم میشه. بلاد فلو آف دی تو کیدنیز از نارمالی اباوت 22% آف دی کارڈیک آؤٹپوٹ or 1100 ml per minute. The renal artery enters the kidney through the hilum and then branches progressively to form interlobar arteries, arcuate arteries, interlobular arteries, and afferent arterioles, which lead to the glomerular capillaries. I mean, the arteries ke taksim shawa akhirish ki afferent arteriole jor mesha uba glomerular capillaries taksim mesha. In glomerulus, large amount of fluid and solutes except plasma proteins are filtered to begin urine formation. ما در چپ در موضوع glomerular filtration read باز ما میخوانیم که چی چیزا فیلتر میشه و چی چیزا پس ری ابزرب میشه، چی چیزا سیکریت میشه. کل چیزا از دخون که هر چیز استنه، هر چیز که موجود است کلش فیلتر میشه. دو چیزا فیلتر نمیشه، یکی خودش بلڈ سیلز یعنی ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز و پلیٹلیٹس. ما ضرورت نداریم بی چیزا ای را فیلتر کنه و پلازما پروتین ای فیلتر نمیشه. دیگه کلی چیزا آب باشه، سودیم باشه، پوتاشیم باشه، کلشیم باشه، امینو اسید است، گلوکوز است، کلی چیزا فیلتر میشه و پس ری ابزارب میشه با کمک تیری تیبولر کپلریز. The distal ends of capillaries of each glomerulus coleus to form afferent arteriole as glomerulus afferent arteriole jor mesha which leads to a second capillary network. Yani awalin capillary network ki bud awalin blood vessel ke taqsim shud ba capillaries u glomerulus bud baz diga ham taqsim mesha ki u ba peritubular capillaries taqsim mesha which leads to a second capillary network called the peritubular capillaries that surrounds the renal tubules و او ارد گرد رینال تیبول می باشه و او کل چیزا را پس ری ابزارب می کنه. ای کانسپت بسیار مهم است و ایره دوباره تکرار می کنم که افرنت آرتریول تقسیم می شه با یک نتورک کپلریز که ما برش می گیم گلومرولس. اینجا کل خون فیلتر می شه. وقتی خون که فیلتر شد او د نفرانز می آید و د نفرانز د می پایپ های نفران ارد گرد می گرده و از امین جا ری ابزاربشن می شه به پیری تبولر کپلریز و ای پس از طریق رینال وین خون فیلتر شده را، تصفیه شده را، پاک شده را به بدن میبره. یک دیاگرام است که نسبتا دیگه هم نشان داده که قسمت چه قسم ای رینال بلاد سپلای چه قسم است.
اول معايا رينال ارتري. ايه ديجرامك شو ما بفهمين ان شاء الله هما تشيز بركان صار مش رينال ارتري. رينال ارتري تقسيم ميشا ب سيجمنتال ارتري، سيجمنتال ارتري تقسيم ميشا ب انترلوبر ارتري، انترلوبر ارتري تقسيم ميشا ب اركويت ارتري، اركويت ارتري تقسيم ميشا ب لوبيولر ارتري، انترلوبيولر ارتري تقسيم ميشا ب افرنت ارتريول. واز افرنت ارتريول از افرنت ارتريول جور ميشا كابيلري نتورك كي اورا ماميجن جلومرولاس دامي جلومرولاس كيستا كل خون فلتر ميشا وقت كي فلتر شد دامي قسمت نفران يعني نفران امي بايب كي تاو تاو شد ايرا ما نفران نجي امين جب خون خون كي فلتر شد چيزا مهم بس ري ابزار ميشا بكوما كي تيري تيبولر كابيلريز و او بس ميا با انترلوبولر وين و ميا با اركويت وين اركويت ميا با انترلوبولر وين انترلوبيولر وين ميا بس بس سيجمنتال وين و او بس كوني تسوية شدرة فوق شدرة با انفيرير وين كوامي برا The renal circulation is unique in having two capillary beds, the glomerular and peritubular capillary. تا امروز که ما چقدر هم درباره فیزیولوژی خواندیم، در هر جای که ما دیدیم که اگر آرتری میایه او تقسیم میشه به کپلریز، یعنی وقتی که داخل میشه در آرگن و داخل در طرف تیشوز میره، یعنی طرف انسات که میره، امو خون اکسیجنیتد که میایه در آرتریز او تقسیم میشه به کپلریز. امونجا در کپلریز کل چیزا یعنی خون چیزای اکسیژن کی هست، گلوکوز کی هست، پروتین هست، امینو اسیدز هست و چیزای مهم که انساج و حجرات کی بر ضرورت داره از طریق کیپلریز فلتر میں سب حجرات میرا و چیزای کی در از طریق میتابولیزم در خون در انساج جور شده، یعنی در حجرات جور شده، یعنی کاربن ڈائی اکسائیڈ باشه، دیگه موادها باشه، او پس از طریق کپلریز ری ابزارب میشه و امیر کپلریز میره طرف وینز و وینز میره طرف هارت، یعنی این قسم وسکولر سیستم است. آرتری میایه تقسیم میشه به کپلریز، کپلریز پس تقسیم میشه به وینس سیستم، یعنی یک تا در مابین آرتریز و وینز صرف یک تا نتورک کپلریز است که او هم داخل انساج است. اما کلیه ها که است این چیز مختلف است. دو کلیه ها که هسته امو آرتریز می آیا آرتریز که هسته خودش دو دفعه با نتورک کپلریز تقسیم میشه، یکی امو گلومرولس کپلریز است، دومش که هسته پیری تبیلور کپلریز است. دیگه در یک آرگن هم ایتو نمیشه، دیگه آرگن ها که هسته اگه لیور باشه، اگه انتستاین باشه، اگه هارت باشه، اگه برین باشه، اگه لنگز باشه، آرتریز می آیا تقسیم میشه به کپلریز و کپلریز خودش تقسیم میشه به وینز. اینجا چی قسم است؟ اینجا اول آرتری ماده با یک کپیلری نتورک یعنی با گلومرولس تقسیم شده، باز دوم دفعه دوباره تقسیم شده با کپیلری نتورک دوم که او را ما میگیم پیری تیبولر کپیلری. از این خاطر گفتم میگه the renal circulation is unique in having two capillary network. یکیش the glomerular است، دیگه است پیری تیبولر کپیلریز. چطور است؟ arrange in series and are separated by the afferent arteriole. اگر ای دیاگرام شما ببینین افرن آرتریول آمد، او خودش به یک نتورک کپلریز تقسیم شد که ما برش میگیم گلومرولر کپلریز. امینجا ده گلومرولر کپلریز که است فیلتریشن ری ابزاربشن فیلتریشن صورت میگیره، یعنی اولین قسمتش که شما میبینید که اینجا یک نشته کده، اینجا صرف فیلتریشن میشه. باز امی گلومرولر کپلریز که است تقسیم میشه به افرنت آرتریول و امی افرنت آرتریول میرا پس با دوباره یعنی دوباره با یک نتورک کپلریز تقسیم میشه که ایره ما میگیم پیری تیبولر کپلریز. ده پیری تیبولر کپلریز چی میشه؟ یعنی ری ابزاربشن، امی دوم را شما میبینید دو نشته شده، ری ابزاربشن و سیکریشن دوباره اینجا صورت میگیره. و آخر که است چیزایی که مهم که بود ری ابزارب شد، چیزای مضر که بود او ری ابزارب نشد و چیزای دیگه که موزیر است او سیکریت شد در مینجا در نفران، آخر قسمتش که جور میشه او اسکریشن است که او را ما در از طریق یورین کلی چیزای موزیر که است از بدن خارج شود.
रीनल सिस्टम की रीनल सिस्टम की आस्था कुलिया की आस्था ये खासियत दिगे दारा के खुले खुले शामी वैस्कुलर सिस्टम इस बदु था कैपिलरीज नेटवर्क तकसीम शुदा ये किस ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आस्था ये किस की कैपिलरीज आस्था इच्छो रहे तो आस्था मा बाय चुन एमी कैपिलरीज की आस्था द आर्टरीज अस्कुले के दर्जात फिशार में बाशा ब्लड प्रेशर दर आर्टरीज ज्यादा में बाशा وقتی که به کپلریز تقسیم کنیم اونجا فشار کم میشه از این خاطر فشار کم میشه تاکہ اموری ابزاپشن بس پس چی سیکریشن با آسانی صورت بگیره و از اونجا باز به وینس سیستم تقسیم شده اما وقتی که ما میخوایم که خون خوب فیلتر کنیم یعنی کلی چیزا باید فیلتر شوه ما باید ایتو یک کپلری نتورک داشته باشیم که داخلش فشار زیاد باشه که بتانیم با آسانی کلی خون فیلتر کنیم از این خاطر امی گلومیرولر کپلریز که هستنه اینجا فشار خون خیلی زیاد است فشار خون باید زیاد باشه که اینجا ما کلی خون فیلتر کنیم و در پیری تیوبولر کپلریز که هست فشار خون خیلی کم است امی علت است که فشار خون کم باشه در اینجا ری ابزاربشن زیاد صورت میگیره و در گلومیرولر کپلریز که هست فشار خون خیلی زیاد است اینجا صرف فیلتریشن صورت میگیره اینجا ری ابزاربشن چیزانه میشه arrange in series and are separated by the efferent arteriole chi asta efferent efferent arteriole asta efferent arteriole amod ba glomerular capillaries taqsim shud wa azun ja bar amad efferent arteriole upas taqsim shud ba peritubular capillaries da ma bain is sirf yak ta arteriole asta ki ma barish efferent arteriole mega azi khatar gufta mega arrange in series and separated by the efferent arterioles these arterioles help regulate the hydrostatic pressure in both sets of the capillaries امی آرٹریولز کیا تھا فشار در دا ما فشار ہائیڈروسٹیٹک ہائیڈروسٹیٹک فشار اور میگا کہ دا خون آب استا امو آب کی کدام فشار تولید میں کنا اور ما ہائیڈروسٹیٹک پریشر میں گے ہائی ہائیڈروسٹیٹک پریشر ان دا گلومیرولر کیپلریز تقریبا 60 ملی میٹر اف مرکری استا کازز ریپڈ فلوئڈ فلٹریشن ویئر ا مچ لوور ہائیڈروسٹیٹک پریشر ان دا پیری ٹیوبولر کیپلریز تقریبا 13 ملی میٹر اف مرکری permits their rapid fluid reabsorption. ما قبلا گفتم که the glomerular capillaries کی هسته فشار خون امو hydrostatic فشار pressure کی هسته او خیلی زیاد است تقریبا تا 60 ملی میتر اف مرکری است و امی فشار زیاد علتش امی است فایدهش امی است که ما بتانیم امو خون بخوایم که اگر تصفیهش کنیم باید اول خون ما از وینز بک از آرتریز بکشیم به نفران بتیم که نفران او را با تصفیه کنه و پس با ما بتا خون تصفیه شده را از این خاطر در گلومرولر کپلریز که است فشار خون خیلی زیاد است که اونجا فیلتریشن صورت بگیره و در پیری تیبولر کپلریز که است اونجا فشار خون خیلی کم است 13 میلی متر اف مرکری است و امین قسمت که است پس معجزه مهم که است پس ری ابزارب میشه در پیری تیبولر کپلریز امتی انتو وستلز اف دی وینس سیستم ویچ رن parallel to the arteriolar system yani the blood vessel of the venous system progressively form a mucus chizai ki arteries would ma kazamu vein hum pas mera amu interlobular vein should arcuate vein should interlobular vein should wa akhir renal vein should ali mem taraf nephron kuli kidneys astane az nephron dor shuda wa amin nephron asta ki khun ma ra tasfiya mekuna khun ma ra pak mekuna امین نفران است که امین جا پس ری ابزاربشن و سیکریشن صورت میگیره و فیلتریشن خون صورت میگیره از این خاطر گفتم میگه نفران از دی استراکچرال اند دی فانکشنال یونیت اف دی کیدنی نفران که است واحد ساختمانی و وظیفوی کلیه است ایچ نفران یعنی هر نفران که است از چی جور شده یکی گلومرولس است امو کیپلری نیٹورک است که ما برش گلومرولس میگیم و یکی یک تا لانگ تیوبیول است یعنی یک تا پایپ کلان است ایر گیر تاو میشه خودش یعنی نفران از دو تا چیزا جور شده یکیش گلومرولس و یکیش پایپ است لانگ تیوب برش ما میگیم امی لانگ تیوب که است خودش باز تقسیم شده با هر قسمتش یک نام خود داره امی گرد که است که گلومرولر کپلریز را که خود گرفته ایر ما میگیم باومنز کپسول نامش باومن کپسول است از باومن کپسول باز یک قسمتش
کی بیرون می برایا و خودش تھا ہمیشہ یہ قسمہ تمام گیم پروگزیمل کنولیٹڈ ٹیوبیول پی سی ٹی برش تمام گیم پروگزیمل کنولیٹڈ ٹیوبیول پوائن میرا بلوپ آف ہنلی تقسیم میشا یہ تو بلا میرا ایرا مامے گیم لوپ آف ہنلی لوپ آف ہنلی خودش یک ڈیسینڈنگ لیمپ دارا یعنی 10 ڈیسینڈنگ لیمپ یعنی طرف پوائن میرا زی خاطر ایرا مامے گیم ڈیسینڈنگ لیمپ یکیش ایسینڈنگ لیمپ دارا یعنی طرف بالا میرا ایرا ایسینڈنگ لیمپ مامے گیم ایسینڈنگ لیمپ خودش تقسیم شده با 3 سیگمنٹ یعنی تنگ است ازی خاطر ما برش گفتیم که ایرا ایسینڈنگ لیمپ آف هنلی یعنی 10 ایسینڈنگ لیمپ یکیش تمک کمک ڈبل ڈبل است ازی خاطر ما میگیم برش ڈیسینڈنگ لیمپ آف هنلی امی ڈیسینڈ ایسینڈنگ ایسینڈ تھک ایسینڈنگ لیمپ آف هنلی سوری امی تھک ایسینڈنگ لیمپ آف هنلی کی است باز میرا طرف ڈسٹل کانولیٹڈ ٹیوبیول و ڈسٹل کانولیٹڈ ٹیوبیول میرا با کلیکٹنگ ٹیوبیول و او امی قسم میرا دیگر به طرف رینال پلویس با یوریتر یک جای میشه تفصیل شما در سلاید بعدی میخوانیم خو ایج نفران کنتینز ا تفت آف گلومیرولر کپیلریز کال دی گلومیرولس through which large amount of fluid are filtered from the blood. یعنی اولین قسمت نفران کی است او را ما گلومیرولس میگیم گلومیرولس خودش یک کپیلری نیتورک است که در امیق خون فیلتر میشه دوم قسمت که نفران از جور شده او لانگ تیوبیول است in which the filter fluid is converted into the urine امو خون که است امی یورین که است از خودش از چی جور میشه از خون جور میشه از این خاطر شنیده باشین دیده باشین که هم مریضایی که مشکل گرده داره و گردهشان از بین رفته و چی میکنه و خون خود تصفیه کرده نمیتونه یعنی خود خون خود که تصفیه نکنه مو چیزای مضر که است او در خون جمع میشه از این خاطر با او مریضا ما هیمودیالیسیس میکنیم هیمودیالیسیس یک قسم است که خون شما میکشیم به یک ماشین میته او را ما دیالیزر میگیم یعنی دیالیسیس ماشین برش میگیم او چی میکنه امو دیالیسیس ماشین که است خون شما تصفیه میکنه و خون پاک که است پس به انسان میده که او مریض دا هفته دو دفعه یا سه دفعه باید بره و خون خود باید تصفیه کنه امین نفران که است خون تصفیه میکنه و امو چیزای مضر که است از او ادرار جور میکنه یعنی یورین جور میکنه گلومیرولس چیز خودش contains a network of branching and anastomosing glomerular capillaries that compare with other capillaries have high hydrostatic pressure گلومیرولس خودش یک کپیلری نیتورک است اگر ایره ما که دیگه کپیلری نیتورک ببینیم فرقش همیست که گلومیرولر کپیلریز که است فشار خونش خیلی زیاد است تا 60 میلی گرام است و تیبولز داره که تیبولز خودش با باومین کپسول تقسیم شده با پروکسیمال کانولیتد تیبول با لوپ آف هنلی با دیستل کانولیتد تیبول و با کلکتینگ تیبولز و دکت تقسیم شده گلومیرولس خودش ای یک دایگرام گلومیرولس است افرنت آرتریول آمد و با یک نتورک کپلریز تقسیم شد و او خودش پس جمع شد طرف افرنت آرتریول افرنت آرتریول باز پپیری کپلریز پیری تیبولر کپلریز است و امی زرد که شما میبینین ای خودش باومن کپسول است امین جا فیلتریشن صورت میگیره امی وینز امی آر کپلری نتورک که گلومیرولر گلومیرولر که است امین جا خون میایا و امی خون از اینجا تصفیه میشه از اینجا چی میشه فیلتر میشه The glomerulus is a tuft of capillaries that receive its blood supply from the afferent arterioles of the renal circulation. The glomerular blood pressure provides the driving force for the water and solutes to filter out of the blood into the Bowman capsule. و امی فشار گلومیرول کپلریز که است ای علت ای امی فشار زیاد که است کمک میکنه که ما اینجا خون بتانیم با آسانی فیلتر کنیم ای چطور خون فیلتر میشه چی چیزا فیلتر میشه چی چیزا فیلتر نمیشه چی چیزا پس ری ابزرو میشه چی چیزا اکسکریت میشه چی چیزا سیکریت میشه ایرا در درسای بعدی انشاءالله میخوانیم درس امروز ما صرف سر بیسیک است که بیسیک ما بفهمشین امی چیزا کمک میکنه در درسای بعدی در بالای گلومیرولس ما خوانیم آلی ما نفران قسمت نفران که از تیوبیول جور شده او رو ما میخوانیم
خو اولین قسمت کې ګلومیرولر کیپلریز راکای خود گرفته اور ما باومن کپسول میگرین شما میبرین د ډایګرام د ډایګرام میبرین ایر ما میگین باومن کپسول از باومن کپسول کې کدام ټیوب میبرایا کې تو تاو تاو شده اینجا تا بالا رفته ایر ما میگیم تا ای قسمتش اینجا ما می ایر ما میگیم پروگزیمال کانولیتد ټیوبول نامش است پروگزیمال کانولیتد ټیوبول از این خاطر هر قسمت نام خود دارد چون در هر قسمت ریابزرشن و سیکریشن مختلف است در درسای بعدی ما می خوانیم که هر یکیش یک وظیفه خاص دارد که اینجا باید سودیم ریابزرب شود اینجا باید واتر ریابزرب شود اینجا باید پروتین و آمینو اسید ابزرب شود باز می آید لوپ آف هنلی لوپ آف هنلی خودش تقسیم شده به دیسندینگ لیم یعنی طرف پایین می رازی خاطر نامش دیسندینگ لیم مانده و این یک کمک تنگ است از خاطر تین دیسندینگ لیم آف هنلی برش میگه و یکیش اسندینگ لیم آف هنلی است که باز خودش تقسیم شده به دو یعنی تین اسندینگ لیم آف هنلی کی تنگ است و تک اسندینگ لیم آف هنلی کی تمت دبل تر است از تک اسندینگ لیم آف هنلی ڈسٹل کانولیٹڈ ٹیوبول جور میشه ڈسٹل کانولیٹڈ ٹیوبول کی پیشتر برا باز کنیکٹنگ ٹیوبول جور میشه از کنیکٹنگ ٹیوبول کورٹیکل ٹیوبول جور میشه از کورٹیکل ٹیوبول میڈلری کلیکٹنگ ٹیوبول جور میشه و آخرش کلیکٹنگ ڈکٹ جور میشه و می کلیکٹنگ ڈکٹ باز یورین می برابر بر ماینر کلیکس کی ماده سلایڈ بادی خادین باز به میجر کلیکس باز به رینل پیلویس و از امون جا رینل پیلویس طرف میرا یوریتر از یوریتر میرا با یورینری بلیڈر و از طریق یوریترا از یورینری بلیڈر بیرون اخراج میشه فلویڈ فلٹر فرام دا گلومیرولر کیپلریز فلوز انٹو دا باومنز کیپسول امو خونی کی اول فلٹر شود اول میای با باومنز کیپسول and then into the proximal tubule which lies in the cortex of the kidney. خو دی ډایګرام شما دیده باشین کې کډنی را خودش تقسیم کده به دو قسمت امی قسمت بالا کې است امی شیډډ لاین کې است شما میبینی اینی بالاش کورټیکس است و پایینش میډولا است خو یگان تا قسمتای نفران د کورټیکس است یگان تا قسمتای نفران د میډولا است از این خاطر گفتم میگه پروگزیمال کانولیتد ٹیوبول کی است میگه د کورٹیکس است شما دا ڈایگرام میبرین کی طرف ایک کورٹیکس موجود است فرام دا پروگزیمال ٹیوبول فلوئڈ فلوز انٹو دا لوپ آف ہنلی وچ ڈپس انٹو دا رینل میڈولا از پروگزیمال کانولیٹڈ ٹیوبول ام اخونی کی فلٹر شدہ ام فلوئڈ کے آخر جو شدہ او طرف پائن میرا با لوپ آف ہنلی کی او خودش موجود است دا میڈولا ایچ لوپ کنسسٹ آف ا ڈیسینڈنگ لیمب اینڈ اسینڈنگ لیمب امی لوپ آف ہنلی کیا استا ایک اسینڈنگ ڈیسینڈنگ لیمب دارا و ایک اسینڈنگ لیمب دارا دا والز آف دا ڈیسینڈنگ لیمب اینڈ دا لوور اینڈ آف دا اسینڈنگ لیمب آر ویری تھن اینڈ دیئر فار آر کالڈ تھن سیگمنٹ آف دا لوپ آف ہنلی چیزائے کی قسمت ہے لوپ آف ہنلی کی تھن است یعنی تنگ است اور ما تھن سیگمنٹ آف لوپ آف ہنلی میں گیم آفٹر دا اسینڈنگ لیمب آف لوپ ریٹرنز part way back to the cortex its wall becomes much thicker this segment is referred as thick segment of the ascending limb wa am loop of henle ki asta ki qismat is ki double asta ura ma thick segment of loop of henle me ge amin ja bisar yak structure muhim ki ma barish macular densa me ge dar barish ma dar chapter dar dars چی خوانده بودیم امو لانگ ترم بلڈ پریشر کنٹرول کی استا کی کڈنی چتو کما کومک میکنه اونجا ما خواندیم کی یک اسپیشلائزڈ سٹرکچر استا کی ما برش جکسٹا گلومیرولر اپریٹس میگیم اونجا میکولر ڈنسا بود امو میکولر ڈنسا کومک میکت کما کی فشار خونا ما پس کیش چکنیم کنٹرول کنیم امی ڈسٹل کانولیٹڈ ٹیوبول کی استا یک قسمتش کی کہ ایفرن آرٹریول میں خورا انجا حجرات اس کے استے کما کے اسپیشل استا یعنی حجرات اس از دیگر قسمت اس فرق دارا کہ ما برش میں گیم میکولر ڈنسا ای امو ٹیوب نفران استا امو ڈسٹل کانولیٹڈ ٹیوبول استا ای قسمت استا یعنی ڈسٹل کانولیٹڈ ٹیوبول امو قسمت اس کے ایفرن آرٹریول میں اخرا کو قسمت یا کما کے فرق دارا چی فردارا اول
دامودستل کانولیتد ټیبول امو قسمتش کې افرن آرټریول مې خورا اونجا حجراتش یا کما کې از دیگر حجرا قدر مختلف استا کې ما برش مکیولر ډینسا مې مکیولر ډینسا سیلز برش لګې و امو قسمت افرن آرټریول کې کې مکیولر ډینسا مې خورا او اونجا هم یک سپیشل حجرات است کې ما برش مې ګم جکستا ګلومیرولر سیلز چې مې کړه امی مکیولر ډینسا کې است چې تو امی جه و جکستا گلومیرول سلز که است چه تو که ما در کنترول بلد پشر کمک میکنه. وقتی که خون آمد فیلتر شد و فشار خون کم است وقتی که فشار خون کم است فیلتریشن هم کم میشه و خون کم فیلتر میشه خون که کم فیلتر شد سودیم که طرف دیستل کانولیتد ٹیوبول میں یا او هم کم نیا یا ای حجرات که است ای سودیم سنسنگ سلز است یعنی ای سودیم احساس میکنه وقتی که احساس کرد که سودیم کم است ای سیگنال میگیره که فشار خون کم است ای چی میکنه امی نزدیک است که جکسترا گلومیرول سلز است ای را سیگنال میتا میسج میتا که فشار خون کم است باید شما فعالیت خود کنین امی جکسترا گلومیرول سلز کی است رینین اخراج میکنه و امی است که رینین انجوتنسن الدوسترون سیستم فعال میکنه رینین اخراج شوه او انجو تنسونوجینا تبدیل میکنه به اکشن میکنه که او فشار خون بالا میکنه و امو انجو تنسون تیو میایا از ادرینال گلند الدسترون اخراج میکنه امو الدسترون که است پس میاد به کلیه و از اونجا سودیم و واتر ری ابزارب میکنه و امی سودیم واتر و ری سودیم و واتر ری ابزارپشن و فعالیت انجن تنسن 2 کی ویزو کنستریکشن میکنه ایچی میکنه داخلش فشار خون پس بالا میکنه بیاند دا میکولا دنسا فلویڈ انترز انتو دا دیسترل ٹوبیول یہ رہا ہم دیسترل ٹوبیول میکیم The distal tubule is followed by the connecting tubule as distal tubule was connecting tubule jurmesha and cortical collecting tubule which lead to cortical collecting duct. Wa khudish ami connecting tubule pa cortical collecting tubule mera. The initial parts of 8 to 10 cortical collecting ducts join to form a single larger collecting duct that runs downward into the medulla and becomes the medullary duct. میڈولری کلیکٹنگ ڈکٹ امی اشتا نو تا کلیکٹنگ کورٹیکل کلیکٹنگ ٹیوبول یک جای میشا با یک تا ٹیوبیک فلان جور میکنه ما برش میگی میڈولری کلیکٹنگ ٹیوبول و دا کلیکٹنگ ڈکٹ مرج تو فارم ا پروگریسیولی لارجر ڈکٹس دیٹ ایونچولی ایمٹی انٹو دی رینل پیلویس تھرو دی ٹپس اف دی رینل پیپلا و اخرش کلیکٹنگ ڈکٹ جور میشا کی او با ماینر کلیکٹ پاس با میجر کلیکٹس و از میجر کلیکٹ با رینل پیلویس و از رینل پیلویس با یوریٹر یورین را اخراج میکنه ما دو قسم نفرانس داریم یکیش است کورتیکل نفرانس و یکیش است جکستا میدولری نفرانس فرقش اقدر نیست فرقش است که امو کورتیکل نفرانس کی است او در قسمت کورتیکس نفرانس است ما خواندیم خودش کدنی تقسیم شده به اوتر ریجن که او را ما کورتیکس میگیم و به اینر ریجن که ما برش میدولا میگیم امو نفران ها که در کورتکس است او را ما کورتیکل نفران میگیم و امو نفران ها که در زیاتر قسمتش در میدولا است او را ما میگیم جکتا گلومر جکتا میدولری نفران فرقی چیست که امو کورتیکل نفران کی است او امی لوپ آف هینلیش کی است خرد است صحیح شد خرد است از این خاطر و خودش موجود است در کورتکس آف دکیدنی از این خاطر ما میگیم برش کورتیکل نفران و کدام که جکستا میدولری نفران است امو لوپ آف هینلیش بسیار کلان است امی جکستا میدولری نفران است تا کورتیکل نفران ای قدر خرد است لوپ آف هینلیش چی قدر خرد است و جکستا میدولری نفران کی است او بسیار کلان است تا ای قسمت رفته و یک کو لوپ آف هینلیش کلان است و دومی که در میدولا موجود است از این خاطر ای را ما جکستا میدولری نفران میگیم فرقش ای است که کورٹیکل نفران کی استا او ڈائلوٹڈ یورین جور میکنه یعنی ایک قسم ادرار یا یورین جور میکنه که دا او آب زیاد باشه
و جکستا میدولری نفرون کی است او کنسنتریټډ یورین جور میکنه یعنی د او یورین کی است ادرار کی است او پیسار کم است فور اگزامپل مثال ته بگیرین کی شما آب خیلی زیاد خوردین و د بدن آب زیاد شد کیدنی چی میکنه ایمی آب پس باید نرمال کنه چی میکنه اما آبی کی زیاد شده او را از بدن اخراج میکنه و او وقت ما باید این قسم یورین جور کنیم که در او آب باید زیاد باشه و آب زیادتر باید اخراج شود. او وقت بازم این کورتیکل نفران فعالیت خود زیاد میکنه که دیلوتید یورین اخراج کنه. و یک این قسم شرایط میه که انسان یا روزه داشته باشه یا در صحرا یک دو سه روز تیر کرده باشه آب نیسته. در او وقت چیسته؟ کمبود آب است در بدن. دیشون؟ و یا بسیار زیاد وامیتینگ کرده باشه یا داریا داشته باشه در بدن آب کم است دا او وخت ما باید ایتو فعالیت در کلیه ها کنیم که آب باید جذب کنیم آب باید اخراج نکنیم کمترین آب باید د یورین بکشیم دا او وخت با جکسترا میدولری نفران فعالیت خود میکنه او وخت کنسنتریټډ یورین جور میکنه فنکشنز اف کیدنی وظایف کیدنی چی است اکسکریشن اف دی میتابولیک ویسٹ پروڈکټس اینڈ فورن کیمیکلز امو از طریق میتابولیزم کی چیزای ویست پروڈکت است یعنی چیزایی که موزیر است و چیزایی که بدن بر ضرورت نباشه او را اخراج میکنه ریگولیشن آف واتر این الکترولایت امبالانسز در بدن آب که باشه و الکترولایتس که باشه یعنی سودیم پوتاشیم کلسیم مگنیشیم او را کنترول میکنه که زیاد باشه باید کم شوه و کم باشه باید نگاه کنه و پس جذب کنه باید نورمال داشت نورمال نگاه کنه آب و الکترولایت سان رگولیشن آف باڈی فلوئید اسمولاریٹی اینڈ الکترولایت کنسنٹریشن امو تک باڈی فلوئیڈز را و الکترولایت سا باید نورمال نگاه کنه رگولیشن آف بلڈ آرٹیریل بلڈ پریشر کومک می کنه دا نگاه کدن آرٹیریل بلڈ پریشر کنٹرول کدنش رگولیشن آف اسید بیس بیلنس دا بدن کی اسید می باشه بیس می باشه پورا کنٹرول می کنه رگولیشن آف اریتروسایت پروڈکشن کومک میکنه در تولید ریڈ بلڈ سیلز سیکریشن میٹابولیزم اینڈ ایکسکریشن آف هارمون چقدر هارمون ها کی است از او سیکریشن اس میٹابولیزم اش و وقتی که هارمون فعالیت خود کنه از بدن باید اخراج شوه او هم کار کرده کلیه هست و گلوکونیوجنسیس و تولید گلوکوز میکنه در شرایطی که ما برش ضرورت داشته باشیم هر یکش کم کم میخوانیم سیکریشن آف میٹابولیک ویسٹ پروڈکٹس فورن کیمیکلز ڈرگس و ہارمون میٹابولیزم ہارمون میٹابولائٹس دا میٹابولیزم کی چیزیں موزر کی جور شدہ باشا چیزیں فورن کیمیکلز یعنی چیزیں کہ باید بدن دا داخل بدن تولید نہ شدہ شما از بیرون خوردہ باشین دواها یعنی ہر مریض کی دوا میں خورا او دواها کی استا و ہارمون ها کی استا او کی فعالیت خود خود باید دا بدن تعدیر باید نگانه شو باید اخراج شو او کلی کار گردشتہ از این خاطر the kidneys are the primary means of eliminating most of the waste products of metabolism. کلانترین فعالیت می میکنه کلیه ها میکنه که waste product metabolism اخراج میکنه. These products include چی؟ یوریا. یوریا که است یک waste product است. یوریا اچھی جور میشه from metabolism of the amino acids. اما امینو اسیدز که متابولیزم خودکت کار خودکت داخلش که کدام ویست پروڈکت جور میشه یعنی چیزی موزیر که است که بدن بر ضرورت نداره باید اخراج شوه او را است او را ما میگیم یوریا یوریا باید اخراج کنه کریتینین کریتینین فرام دی مسل کریتین در مسل یک پروتین است به نام کریتین از امو متابولیزمش که کدام ویست پروڈکت جور میشه او را ما کریتینین میگیم ایرا باید اخراج کنه یوریک اسید که است دا در متابولیزم نیوکلیک اسید کی است از امون جور میشه باید یوریک اسید را اخراج کنم اند پروڈکتس اف هیموگلوبین بریک داون امو بیلیروبین کی است امو هیموگلوبین کی تجزیه شوا داخلش کی بیلیروبین جور میشه او را باید اخراج کنم و متابولایتس اف ویریس هورمونز یوریا شد کراتینین شد یوریک اسید شد بیلیروبین شد و چیزایی که موزر است چیزای موزر هورمون کی است او را کلش کیدنیز از بدن اخراج میکنه دیز ویسٹ پروڈکٹس مست بی الیمینیٹڈ فرام دا باڈی از ریپیڈلی از دی آر پروڈیوس و باید زودتر چه قسم کی جور میشه باید زودتر ای باید اخراج شوه کیدنیز آلسو الیمینیٹ موسٹ ٹاکسینز اینڈ ادر فورن سبسٹانسز دیٹ آر پروڈیوسڈ بای دی باڈی اور انجسٹس سچ از
پیسٹیسائڈز، ڈرگز اینڈ فوڈ ایڈیٹیو. ڈرگز کیا تھا، فوڈ ایڈیٹیو یعنی شمالیدہ باشن تر نان کے خوراک رکھے باید ذائقہ تر کنے اگان تا چیزا درش میں پرتا یو ذائقہ تر شوا، رنگش تبدیل شوا، سرخ شوا، نارنجی شوا، او چیزا کیا تھا کلش کیمیکل ہاس تھا، او باید دا بدن جم نہ شوا. شکر کہ الحمدللہ گردہ داریم کی اور کلش بیرون میں کشا. فور ریگولیشن آف واٹر اینڈ الیکٹرولائٹ امبیلنسز، فار مینٹیننس آف ہیموسٹیسز، اسکریشن آف واٹر اینڈ الیکٹرولائٹس مسٹ میچ اینڈ ٹیک پریسائزلی. انٹیک آف واٹر اینڈ مینی الیکٹرولائٹس از یوزلی گورنڈ بائی دی پرسنز ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ ہیبٹس، ریکوائرنگ دا کڈنیز ٹو ایڈجسٹ دیئر ایکسکریشن ریٹس ٹو میچ انٹیکس آف ویریس سبسٹانسز. ماں اس طریقے خوردن زیادہ تر الیکٹرولائٹ ہارا میگریم و آبرا مینوشم. امو آپ کی اگر دا بدن زیاد باشا امی گردست کے آب اضافہ را از بدن میں کشا، اگر ما سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، الیکٹرولائٹ ہائٹ زیاد گردہ باشیم، امی کتنی ست گلیہ است کی امو اضافہ سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم از بدن اخراج میں کنا. و اگر آب کم داریم و الیکٹرولائٹس کم داریم امی گلیہ است کی اورا نگاہ میں کنا از طریق یورین اورا اخراج نہ میں کنا. و امو کلیہ ہاس تک اس طریقے میکانزم ہے مختلف امی الیکٹرولائٹ ہائڈ و آب پاس جاز میں کنا. ریگولیشن آف آرٹیریل بلڈ پریشر، ما خان دیم کی دا اس طریق بکومہ کے جیکسٹرا گلومیرولر اپراتس، جیکسٹرا گلومیرولر سیلز و گلومیرولر و میکولر ڈنسا چیتو کڈنی میں تھانا در کنٹرول کدنے بلڈ پریشر کے ما کومک میں کنا. ریگولیشن آف ایسڈ بیس بیلنس، The kidneys contributes to acid-base regulation along with the lungs and body fluid buffers by excreting acids and by regulating the body fluid buffer stores. کلیہا کیا ستا قیمہ کومک میں کنا کہ مقدار اسید ریا بیس را در بدن باید نورمال نگاہ کنے، نہ اسید زیاد شوا نہ بیس زیاد شوا. کئی لنگز ای کومک میں کنا، لنگز شتو قیمہ از بدن اسید ریا اخراج میں کنا، امو کاربن ڈائکسائڈ کیا ستا پورا کئے آب یک جائے میں کنا از کاربونک ایسڈ جرم شا و امو کاربن ڈائیکسائڈ لنگ بیرون اخراج میں کنا. امو اخراج کدن کاربن ڈائیکسائڈ دراصل مقدار اسید را در بدن کم میں کنا، چون کاربن ڈائیکسائڈ کی مبرایا کئے خود ہم کاربن ڈائیکسائڈ ہمیں کشا کئے خود ہائیڈروجن ہم میں کشا. امو ہائیڈروجن اصلا یک مواد کیاستا، امو پاور آف ہائیڈروجن استا یعنی ہائیڈروجن یعنی یک دا ایک مواد کی استا، اگر ہائیڈروجن خیلی زیاد باشا امو نشانی است کہ یہ چیز اسید چیز تا اسید استا، یعنی مقدار ہائیڈروجن کی زیاد باشا او چیز رما اسید میگے، مقدار ہائیڈروجن کم باشا او چیز رما بیس میگے. امو لنگز کی استا ہم کاربن ڈائی آکسائڈ رمے کشا و ہم کہ خود آب میں کشا، آب ہائیڈروجن ہم بیرون میں برایا. و باڈی فلوئڈ بفرز کی استا، کاربونک ایسڈ شود، ہیموگلوبین شود، پلازما پروٹین شود، وا فاسفو لپڈ شد ده حجرات کی استا، اکولش بفرز استا. بفرز یعنی امو مواد استا، امو مالیکول های استا کی کما در نحیه کدن اسید بیس کمک میکنه نحیه کدنش. و کلیه ها استا کی مقدار اسید و بیس بیس کما نورمال نگاه میکنه، چطور نگاه میکنه، چه قسم کما کمک میکنه، کلی فنکشن های کلیه ها کی استا ده بس درس های بعدی باز ما هر یکش خوب به تفصیل میخوانیم. The kidneys are also means of eliminating certain types of acids from the body, such as sulfuric acid, phosphoric acid, which are generated by the metabolism of protein. Ami metabolism of protein ke da dakhle badan surat me gira. Ye khud is sulfuric acid ya acid bisar khatarnak hai, ami khud phosphoric acid. Ye tawlid me sha. Ye kuliyahas tak ye az badan ikhraj me kuna. Regulation of erythrocyte production. Yani تولید کردن ریڈ بلڈ سیلز قیمه کلیه ها کمک میکنه، بسیار هارمونی مهم که ما برش میگیم اریتروپویتین اخراج میکنه. وقتی که انسان کم خون باشه، اون کم خون که باشه یعنی هیموگلوبینش کم است، اگر کم خون معنی که کم حجرات خون کم است، حجرات خون کم است یعنی هیموگلوبین کم است، حجرات خون از هیموگلوبین جور شده. هیموگلوبین که کم شوه یعنی به انساج که است کم اکسیجن میرا، کم بودی اکسیجن صورت میگیره. وقتی که کلیه ها ای را حس کرد که طرف ما اکسیجن کم میایا، او حالت ما میگین هایپوکسیا. هایپوکسیا یعنی به انساج کم بودی
چی می باشه، اکسیژن می باشه، او را حس می کنم. وقتی که حس کرد می فهمه که چی کم هستم. هموگلوبین و حجرات سرخ کم هستم. او باز یک تا هارمون اخراج می کنه به نام اریتروپویتین. امی اریتروپویتین که هسته ای هارمون است، ای میره به بون میرو سیگنال میتا و از موجه از بون میرو در بلد سلز بیدش ازیاد میکنه. و امی یک تا علت است که کسایی که گرده هایشان فیل شده و کم خونم می باشه. علتش همی است که اریتروپویتین نداره، گرده از بین نفتر اریتروپویتین اخراج نمیکنه. ما با اون مریضا باز پیچکاری های اریتروپویتین میتیم. The kidneys secrete erythropoietin, which stimulates production of red blood cells by the hematopoietic stem cells in the bone marrow. One important stimulus for erythropoietin secretion by kidneys is hypoxia. وقتی که kidneys کلیه ها hypoxia را حس کرد، او باز erythropoietin اخراج میکنه. Regulation of 125 dihydroxy vitamin D3 production. دراصل یعنی یک قدر نام کلان شما که خواندین E125 دای هایدروکسی ویتامین دی 3 که است، این دراصل به آسان امو اکتیف شکل ویتامین دی است. ویتامین دی را شما خوانده باشین که امو ویتامین است که به کمک آفتاب از سکین جور میشه، و ویتامین دی که ما کمک میکنه که ما از گسترو انتستینال تریک یعنی غذایی که ما میخوریم از اونجا کلشم جذب کنیم، و امو کلشم که است که ما کمک میکنه که استوانه ما خوب جور شود، استوانه ما قوی تر باشه. از این خاطر شنیده باشین که کسایی که امراض استوان داره به او ویتامین دی کپسول میتیم یا انجکشنش میتیم که امو از معده خوب زیاد کلسیم ری ابزارب کنه ویتامین دی، و امو کلسیم زیاد که ابزارب میکنه او استوانه ما را خوب قوی تر جور کنه. ویتامین دی 3 که اصلا متابولیزم ویتامین دی را باز ما میخوانیم، و اصلا در پایین جلد که هست، پایین سکین که هست، پایین سکین که هست یک خاص چیز است، فات است، یعنی فات که هست مو کلسترول فات است. او که هست با کمک آفتاب تبدیل میشه با دای هاید بای هایدروکسی ویتامین دی 1 ایشو. و امو مولکول که هست اگر آفتاب نباشه او مولکول فعال نمیشه. باید از این خاطر میگین که اگر استوانه خود قوی تر میکنین شما میگه به افتاو بشینید. اما افتاو که است که ما امو میتابولیزم یعنی ویتامین میتابولیزم ویتامین دی را شروع میکنه، شروع است اونجا میشه افتاو میکنه که امو مالیکول ویتامین دی میره به لیور. وقتی که به لیور را اونجا تبدیل میشه به 25 هایدروکسی ویتامین دی 2، و از اونجا امو باز میآید طرف کیدنیز، و کیدنیز تبدیلش میکنه به 125 هایدروکسی ویتامین دی 3 که اکتیو شکلش امی است. کلسیترول از دی اکتیو فرم اف ویتامین دی. یعنی اول کمک کی چی کرد؟ اول کمک افتاو کرد، بعد از افتاو ام ویتامین دی که از کمک به کمک افتاو جور شد، او آمد به لیور به کبد، از لیور آمد به کلیه، و کیدنیز است می کلیه است که ام اکتیو شکل ویتامین دی را جور میکنه. باز امی ویتامین دی میره از گسترو انتستینال تریک یعنی از معده کدام غذایی ری که ما میخوریم در داخلش که کلسیم است، یعنی ماست باشه، چی باشه، پنیر باشه، شیر باشه، از اونجا کلسیم خوب زیاد ابزارب میکنه. اگر امی ویتامین دی نباشه کلسیم ری ابزارب نمیشه. و امی علت است که اگر کسی بافته و نمیشینه او کمبود ویتامین دی داره، او استوانهش کمزور است. امی علت است که کسایی که امراض جگر داره و امراض کلیه داره او کمبود ویتامین دی داره، و واقعی است استوانهشان کمزور می باشه. ای علت است که کسایی که دافتا نمیشن ما برش مشوره می دهیم که دافتا بشینین، و کسایی که ویتامین امراض کلیه و حجره کلیه و کبد داره ما برش چی می دهیم؟ تبلت های ویتامین دی می دهیم. 5 hydroxy vitamin D3 calcitrol, the active form of vitamin D by hydroxylating this vitamin. Calcitrol is essential for the normal calcium deposition in the bone and calcium reabsorption by the gastrointestinal tract. دو تا کار داره. یکی کلسیم را ری ابزار میکنه از گسترو انتستینال تراک. دوم امی کلسیم
د استوغان مې تا کې استوغانا مضبوط مضبوط شوه. ګلوکوز سنتیسز آخرین فعالیت ګرده کې است او خود تولید ګلوکوز مې کنه وخت کې بسیار چی باشه کمبودی ګلوکوز باشه، یعنی ما از بیرون خوراک نکده باشیم، د حالت روزه باشیم، یعنی کمبودی ګلوکوز د بدن باشه، باز کلیه ها که ما کمک میکنه که خودش ګلوکوز تولید کنه که امو ګلوکوز به انساج بره و انساج زنده بانه. The kidneys synthesize glucose from the amino acids and other precursors during prolonged fasting, a process referred to as gluconeogenesis. یکی گلایکولیسیس است، شما در بایوکیمیستری خواندن باشین که از گلایکوژن گلوکوز جور میکنه. یکی گلوکونیوجنسیس است، یعنی او متابولیزم دو که دو او از گاده از فرز خودش مالیکولی گلوکوز تولید میشه. این در حالت میشه که ما پرولانگ فاستینگ کرده باشیم، یعنی در حالت روزه باشیم، از چند روز نان نخورده باشیم، باز اینجا کلیه کیدنیز که ما کمک میکنه که با ما گلوکوز تولید میکنه. Thank you for your attention. کسایی که کدام سوال دارم من میتونم همیشه جواب بدم.